اسم من لوئیس پرایس، انگلیسی هستم و شغلم هم روزنامه نگاری و سفرنامه نویسیه. لندن زندگی میکنم. امروز هم به خاطر این داریم با هم صحبت میکنیم که اخیراً تو دو نوبت با موتورم به ایران سفر کردم، هر بار یک ماه. من با موتور خیلی جاها سفر کردم، دو تا کتاب و مقاله هایم نوشتم، ولی هیچ وقت ایران نرفته بودم. دوستای ایرانی زیادی هم تو لندن دارم، برای همینم با خودم گفتم پاشم برم خودم ایران رو ببینم. So finally you choose some places not really that many people want to go, like at the time, like Congo. Where does that curiosity come from? Let's say, how did you become so brave? Let's say. خب من فکر میکنم هر کاری رو بیشتر انجام بدی آسان‌تر میشه. سفر اولم از شمال به جنوب آمریکا بود. خب یه کشورهایی هم بودن که یه جورایی با بقیه دنیا فرق داشتن، مثلا کولومبیا یا السالوادور. ولی وقتی میرسی اونجا میبینی زیادم ترسناک نیستن، حداقل اون چیزی نیستن که تو تلویزیون بهمون نشون میدن، برای اینکه این رسانه‌ها فقط اخبار و اطلاعات منفی رو دارن بهمون میدن. آفریقا هم همینطوری بود. کنگو، الجزیره، نیجریه، آنگولا، خلاصه جایی که معمولا به خاطر اخبارهای اشتباهی تو تلویزیون هستن، مثل جنگ و این حرفا. بعد وقتی به اونجا میرسی میفهمی که آدمای عادی‌ان که دارن اونجا زندگی میکنن، زندگیشونو دارن، بچه هاشونو میفرستن مدرسه، میرن سر کار، مثل ما. میدونی که ما تو لندن دائم داریم اخبار بد از ایران میشنویم و تصویر بدی هم تو بریتانیا از ایران بهمون میدن. من خودم فکر کردم شاید خوب باشه برم سراغ داستان واقعی ایران. دوستایی داشتم که ایران رفتن، همشون دائم میگفتن ایرانی ها خیلی مهربون و دوست داشتنی هستن. بعد به خودم فکر کردم خب اینا میگن ایرانی ها مهربون و دوست داشتنی هستن، ولی اینجا چیزای خیلی بدی در مورد ایران میشنویم، در مورد رژیم و حکومت، که خب درست هم هست. بعد به نتیجه میرسی که حساب حکومت و دولت توی کشور کاملا جدای مردمشه و خب این خیلی نکته مهمیه که بعد یادمون بمونه. So I read all you wrote about your visit to Iran, and then it's a lot. You're talking about a lot of fears, but then also about the tears, but the tears of happiness. Like you're always surprised of all this food and all this like kind ways. So yeah, I already wrote like read them, but if you want, just tell us more about one or two experiences. Mm-hmm. خب من یه کمی نگران بودم. تصاویری که از ایران دیده بودم و چیزایی که شنیده بودم موجب شده بود انتظار داشته باشم که همه چیز توی زندگی آدما خیلی تحت تاثیر دین و مذهبه. اما وقتی رفتم اصلا اینطوری حس نکردم. مردم ایران خیلی جهان وطن بودن، یعنی مثل همه جای دیگه دنیا. ایران خیلی پیشرفته بود و از خیلی جهات هم مدرن محسوب میشد. مردم خیلی فکرشون بازه و خب متاسفانه به خاطر این روشی که سیاستمدارا در مورد حرف زدن در مورد ایران انتخاب کردن، یعنی مثلا میگن ایران اینطور، ایران اونطور، و هیچ وقت نمیگن رهبر ایران یا دولت ایران این کار رو کرده یا نکرده، موجب میشه که خیلی ها فکر کنن کسی که مسئول این کاراست دقیقا همه ایرانه و مردم ایران هم همون طوری فکر میکنن که سیاست مدار ایرانی فکر میکنن. اما اکثر آدمایی که من دیدم خیلی هم از رژیم دلخوشی نداشتن و واقعا دلشون می‌خواست با دنیای خارج ارتباط برقرار کنن. خب الان خیلی برای ایرانیا سخته. همه اینا یعنی دقیقا خلاف اون چیزی که تو ذهن کسایی مثل ما هست. مردم با گوش باز استقبال میکنن، از همه سنین، از همه اقشار جامعه، پول دار، کم پول، هر جای کشور که فکرشو بکنی با من حرف میزدن، به هم خوراکی میدادن، مراقبم بودن، چای به هم میدادن، که خب خیلی خوب بود، برای اینکه ما هم تو انگلیس خیلی چای میخوریم. مردم خیلی علاقه من بودن بدونن من راجع به ایران چی فکر میکنم و اصلا چه احساسی دارم. میخواستم راجع به باقی دنیا بدونن. خب منم میخواستم باشون حرف بزنم و خیلی تجربه دلگرم کننده ای بود. So you even talk about the woman wearing the chador, and then you're so kind of scared of what would she say if she knew that, if she recognizes that you are the one with that motorcycle with hum hum. You write it really good. But did you get any like bad impression of some people too? Because we know that not everyone is separate. Yeah. So you never talk about those experiences. And I think it's all about a good, very good image of Iranian people. But then
آره قبول میکنم ازت. من روی قسمت های مثبت تاکید میکنم چون میخوام مردم بدونن که اکثریت تجربه های من با مردم ایران مثبت بوده. ولی خب تجربه بدی هم نداشتم. من که با بعضی از پلیسا که نمیتونستم بفهمم من چی کار میکنم، اصلا باور نمیکردن که من دقیقا یه توریست هستم. خب بالاخره اونا نماینده رسمی حکومت هستن و اینکه یه زن از بریتانیا بیاد با موتور ایران رو بگرده براشون خیلی عجیب. خب معلومه چرا، چون زنها اینجور کار رو نمی کنن تو ایران. دو تا اتفاق بعدم برام با مرد ایرانی افتاد، نه همه مرده، ولی خب فکر کنم نمی فهمیدن من اونجا چی کار می کنم. مردم کنجکاو بودن، وقتی باشون حرف می زدی واقعا دوستانه باید برخورد می کردن. بیشتر از هر چیزی خیلی گیج شده بودن اون آدم ها و وقتی که اون یخ اول کار شکسته می شد و بیشتر با مردم حرف می زدیم، حتی اگه اونا انگلیسی حرف نمی زدن و من فارسی حرف نمی زدم، بالاخره یه جوری با هم ارتباط برقرار می کردیم. مردم از اینکه یه خارجی رو می دیدن که اومده ایران و داره کشورشون رو می بینه خیلی خوشحال می شدن. به هر حال از طرف زنها که حتی یک بار هم احساس بدی به این دست نداد. فقط مردایی بودن که اتفاقا تو یونیفرم پلیس هم بودن که خیلی درکم نمی کردن. That's quite normal, let's say. But did you meet any woman on a bicycle or motorcycle in Iran? خب من میدونم که زنها تو ایران نمیتونن دوچرخه سواری یا موتور سواری بکنن، اما من خیلی اتفاقی با بهار آشنا شدم که توی مسابقات ریسینگ موتور سواری شرکت میکنه. دیدن یه زن موتور سوار ایرانی اونم توی ریسینگ خیلی برای من هیجان انگیز بود. میگم که اتفاقی دیدمش، با دوستام تو تهران میخواستیم بریم اون پیستی که مردم جمعه ها میرن موتور سواری، که این دختر رو دیدیم که یه موتور گذاشته روی ماشینش و داره همون طرف میره. برام خیلی غیر منتظره بود، اصلا فکر نمی کردم زن موتور سواری رو ببینم. امیدوارم یه روزی زنا بتونن تو خیابون آزادانه موتور و دوچرخه سواری هم بکنن. So how do you feel about wearing that scarf? خب فکر میکنم زنها نباید مجبور باشن به بهانه‌های مذهبی روسری سرشون بکنن. من کاملا موافقم که بعضی زنها اون پوشش رو انتخاب میکنن و فمینیسم هم دقیقا همینه، حق انتخاب. من از اون روسری خوشم نمیومد. یه عالمه زن دیدم که از روسری پوشیدن متنفر بودن و همین که میتونستن اون از سرشون برمیداشتن، ولی خب زنهایی هم بودن که با انتخاب اون سرشون کرده بودن. حتی زنهای با حجابی هم بودن که موافق بودن که زنها باید حق انتخاب داشته باشن و نباید اجباری تو کار باشه. اون روسری برای من آره یه تیک پارچه بود و خیلی هم مراجعه به دردسر میشد. خیلی زود بهش عادت کردم، ولی هر وقت میخواستم مثلا روغن بریزم توی موتور یا اینکه بالاخره موتور رو چک کنم، همش از سرم میافتاد یا لیز میخورد و دردسر میشد. دلم خواست برش دارم، اما میتونی خیلی زود ممکنه بهش عادت کنی، ولی اگه به عنوان نماد سرکوب زنان بهش نگاه کنی، خب معلومه که من اصلا باهاش راحت نیستم. So your husband came to Iran to shoot that short film for you. How does he think about that? How would he talk about this experience with you? Was he shocked? Who was توی دومین سفری که داشتم، شوهرم یک هفته اومد ایران که ازم فیلم بگیره. اونم موتورش رو با خودش آورد که از موتور سواری من فیلم بگیره و این فیلمای کوتاه بسازه. برای اون خیلی جالب بود، برای اینکه تو سال 1993 وقتی که 18 ساله بود، زمینی از انگلیس تا هند رفته بود. خب از ایران هم گذشته بود. ایران رو در واقع تو اون روزای اوایل بعد از انقلاب دیده بود. و خب این دفعه تغییرات براش خیلی واضح بودن. مثلا میگه که اون موقع هیچ تابلو علامتی به انگلیسی نبوده و اونم که خب بالاخره بعد با وسایل حمل و نقل عمومی سفر میکرده خیلی سختی کشیده. بالاخره یه تغییراتی هستن که با جهانی شدن طبیعی به نظر میرسن، اما واقعا از ایران خوششون نداده بود، با مردم خیلی خوب ارتباط برقرار میکرد. برای هر دومون اینطور بوده، واقعا هر دومون دوست داریم که برگردیم ایران. I was wondering what you had in your baggages when you were entering to Iran and what it was in your baggage when you were coming out. So what did you bring with yourself in and out?
خب وقتی با موتور سفر میکنی نمیتونی زیاد بار برداری با خودت، بار باید سبک باشه. خب الکلم که نمیتونستم با خودم ببرم. خلاصه دو دست لباس داشتم، وسایل کمپ داشتم و یه سری مواد بهداشتی و شستشو، یه سری لوازم آرایش، نقشه و یه سری کتاب راجع به ایران. همین رو داشتم با خودم میبردم ایران. ولی موقع برگشتن خیلی چیزا با خودم آوردم، چون تو بازاری که میرفتم خیلی چیزا بود که دوست داشتم بخرم. یه عالمه سفال خریدم و این فرش کوچولو برای زیر ماوس کامپیوترم که هر روز یاد ایران میافتم. Did you learn any Farsi? تو فارسی گفتن عددا رو یاد گرفتم، این که بگم بزن بریم و سلام و خدافظ و اینجور چیزا، ولی خب دلم خواهد بیشتر یاد بگیرم. از شنیدن فارسی واقعا لذت بردم. Okay, so one last question. Tell me about your best souvenir, what you remember and memory, and then the worst one, like the worst image you can just خب خاطرات خوب که خیلی دارم، ولی یه شب با یه گروهی از دخترها و پسرهای جوان تهرانی آشنا شدم که البته تو کوههای البرز دیدمشون و یه جوری با هم دوست شدیم. زیرزمینی فیلم سازی میکردن، برای خودشون گروه تئاتر داشتن و اولش با هم شروع کردیم یه ذره حرف زدن و تا آخر شب خیلی هم با هم دوست شده بودیم. نشستیم قلیون کشیدیم، پانتومیم بازی کردیم، خیلی خوش گذشت. یهو یه جایی وسط ناکجا توی هتل کوچیک وسط کوها یه شب خیلی خوب با یه سری آدمی داشتم که تازه باشون آشنا شده بودم، تازه به فارسی هم پانتومیم بازی کردم، خیلی خوب بود. دو تا هم خاطره بد دارم که یکیش مال وقتی که یه ماشینی که نمیدونم مال کدوم بخش پلیس بود تو جاده سعی میکرد من از جاده بندازه بیرون، و یکی دیگه هم توی به پمپ بنزینی بود وسط بیابون، من رو موتور نشسته بودم، یه مردی که یه جوری انگار چشاش زده بود بیرون از حدقه اومد پرید روم و یه چیزایی میگفت که فکر کنم داشت فحاشی میکرد. من فقط میخواستم بنزین بزنم، گفتم دارم باکم پر میکنم، دارم باکم پر میکنم، اونم هی هولم میداد. به خودم فکر کردم ای وای من وسط این بیابون چیکار کنم، بنزینم هم که داره تموم میشه و باید فرار کنم. خلاصه گاز دادم و فرار کردم، ولی همه بدنم میلرزید. تو خوشبختانه رسیدم به جایی که تونستم بنزین بزنم. شانس داشتم که داشتم با موتور سفر میکردم و تونستم خودم نجات بدم. با هر وسیله نقلیه دیگه ای که بودم، اتوبوس، ماشین، دوچرخه یا پیاده، نمیتونستم فرار کنم. Okay, so let's talk about food then. What is your favorite Persian food? غذای ایرانی مورد علاقه فسنجون. خیلی خوبه، عاشقشم. و قرمه سبزی هم خیلی دوست دارم. توی یه ماه کلی وزن اضافه کردم. غذای ایرانی خیلی خوبه. خیلی هم خوشحالیم که توی لندن چند تا رستوران خوب ایرانی داریم. غذا و خوراکی ها واقعا یکی از بهترین اتفاقات این سفر بود. به نظرم میاد که ایرانی ها خیلی توی خونه آشپزی میکنن، خیلی هم غذاهای خوشمزه میپزن. خب من میخوام از همه ایرانیایی که حتی نشد اسمشون رو یاد بگیرم و باشون ارتباط داشته باشم که کنار جاده نگه داشتن، به هم خوراکی دادن، انار دادن، محبت کردن، به هم تشکر کنم. برای من خیلی سفر مهمی بود. با یه سری پیش‌زمینه‌ها رفتم اونجا و با چیزی مواجه شدم که با اون فکرام خیلی فرق داشت. واقعیت چیز متفاوتی بود. من میخوام همه مردم بدونن که ایرانی ها تروریست نیستن یا دائم توی بیابون شتر سواری نمی کنن. Thank you very much, Liz. Thank you. So I hope you go back. Great to meet you too. And I hope you go back to Iran and all our top low magazine readers come and meet you and welcome you and you go eat a lot of fesenjoon. This is what I wish for you. Have a nice day.